رژیم جمهوری اسلامی بد خوند بازی ها رو. رژیم جمهوری اسلامی باورش شد. چرا که دولت اوباما به نوعی توافق کرده در انتخابات سوریه، پس همه چیز به نفع اونهاست. نه، اولا توجه داشته باشید، اون منطقه نفتی اکسان و موبیل بود، قرار بود تمام پولهایی که در اونجا از پترو دلار در میاد بره چیس، جی پی مورگان چیس به زیر اسم ایراکی دیولوپمنت اینستیتوت اور سامتینگ پروڈکشن اور سامتینگ، یه تو چیزی بود. حالا ادهی معتقدن ناگهان بارزانی و در و دستش مافیای خاندان بارزانی ترجیح داد مانور بده بره با ترکیه، با همون بانک معروفی که به اصطلاح رسواییش بلند شد تا آقای رضا زراب و زنجانی طلا رد و بدل کردن و بچه های اردوغان توشن. پس نگاه کنید، این بازی ها بازی های این چنین ساده انگارانه ای نیست، سر نخش دست همونایی است که بازی های استراتژیکی رو اداره میکنن. یک جا به پوتین اجازه میدن کریمه رو برداره بره، ولی در جای دیگه تنبیش میکنن. تنبیه این نیست که هفت تا سران کشورهای غرب دور میز بشینن پوتین رو اجازه ندن باشون کاف لته بخوره. نه، این نمیشه تنبیه. بازی ها نوع دیگری است. بنابراین این بازی ها ادامه داره. حالا که مردم سوریه قربانی شدن، مردم عراق دوباره قربانی خواهند شد، مردم کشورهای دیگر هم قربانی خواهند شد، ولی در واقع همیشه قربانی ها مردمن. بازیگرها ماسکدار منتظرن که بازی به کجا میرسه تا نقش دوم رو دوباره بازی کنن. در واقع این جوانان سوری به شما یادآور میشن نمیتونید سوریه رو بکشید، روح ملت سوریه رو نمیتونید بکشید. میخواهید سپاه قدس باشید یا میخواهید پوتینیست باشید؟ میتونید برای اندک زمانی از آقای بشار اسد حمایت کنید؟ میتونید در بازی‌های سیاسی به زشت‌ترین کارها دست بزنید، کهریزک بازی کنید؟ اما فراموش نکنید، من بارها و بارها تکرار کردم، نسل آینده و نسل شیک تمامی ملت‌ها شما رو ناچار خواهد کرد که زانو بزنید و به خواست اونها برید. نگاه کنید در همون فلسطین، بسیاری از نیروهای به اصطلاح الفتح مبارزه کردن، عملیات تروریستی کردن، عملیات به اصطلاح سپتامبر سیاه در کشتار در به اصطلاح المپیک، بسیاری از اونها معروف هم شدن. گروه جورج هپز معروف شد، گروه یاسر عرفات مجنون حواتمه معروف شد. اما در واقع بزرگترین پیروزی که فلسطینی ها به دست آوردن زمانی بود که بچه های خیابانی در انتفاضه شرکت کردند. چرا؟ نسل فردا بودن. سالمندان هوشیار اسرائیل دریافتند که دارن دشمن برای خودشون میسازن. برای همین هم بسیاری از سران اسرائیلی سعی کردند وارد مذاکره بشن، نه به خاطر زور آمریکا یا روسیه یا دیگران، نه، به خاطر اینکه احساس کردن نسل داره تغییر میکنه. برای همینم امروز نگاه کنید، همین آقای شیمون پرز که طفل شیرین بنگوریان بوده، در واقع گادفادر اصلی اسرائیل بوده، رئیس جمهوری است که فردا خواهد رفت، خواهد رفت، دوستان بسیاری هم از دست داد، سعی میکنه قبل از اینکه از صحنه خارج بشه آخرین نیایش سیاسی خودش رو با پاپ فرانسیس و عباس انجام بده. چرا؟ خود آقای شیمون پرز بارها در همین کمپ دیوید بوده، در همون روزگاردن بود و با رابین دست دادن به عرفات. اما نگاه کنید، صلح هرگز نیامد، هنوز این صلح نیومده. تنها خطری که من اینجا احساس میکنم، هرچند که بسیار نازنین این دیدار، چرا در حیات پشتی واتیکانه، برد سیاسی داره، 100% داره. فکر نکنید
اولا این پاپ فرانسیس آدم ساده‌ای نیست. پاپ لهستانی به گروه اپوس دای رفت داشت و یکی از گروه‌های دست راستی بود، شوروی رو پایین آوردن. ایشون جزویته، همون لشکر خدایان. اینها میدونن دنیا رو چگونه اداره کنن. حالا شما میخواهید قبول کنید یا نکنید، اینجا بحث ابراهیمیسمه. ما فرزندان ابراهیم. حالا خواهید دید، این میشه شعار، این میشه روند بازی. نگاه کنید، حتی آمریکا در بازی نیست. جان کری رفت کنار، نتونست کاری انجام بده، نتونست از عهده نتانیاهو پایین بیاد. بنابراین از این پس بازی به شکل دیگری خواهد بود. برای همین در خاورمیانه بازی‌های جدیدی خواهد آمد. عده‌ای میکوشن. اگر نگاه کنید، یک لابی بسیار قدرتمند، بارها من گفتم، ایرانیان پراجکت، برژنسکی، روبرت هانچر، نمیدونم آقای پیکرینگ، لابی آقای تاریتا فارسی، رضا مرعشی، خانم باربارا سلیوان، سوزان ملانی، هر کی رو میخواید بگم، خانم نمیدونم اون خانم که الان در جرج که مشاور آقای اوباما، همه اینا پوش میکنن که با رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنید. اگر ما میتونیم با چینی ها صحبت کنیم مثل آقای کیسینجر و نیکسون، چرا با ایران نمیتونیم صحبت کنیم؟ بعد یا آقای امنیتی هست از این یا متفکرین یا آنالیزرهای پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا به نام پول پیلر، این در تمام سایت ها مینویسه به سود جمهوری اسلامی، به سود ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی، که حتی فشار نیاری رو مسائل به اصطلاح هسته‌ای. ایشون یه مقاله‌ای نوشته بود و نوشته بود تشبیه کرده بود رفتن هیئت نمایندگی آمریکا به تهران به صورت ملاقات در چین. ایشون خیلی اصرار داشت، همینجوری هم که دیدید شخصیت‌های مثل آقای برنز و اینا رفتن. این مقاله رو که نوشت در نشنال اینترست این آقای پیلار، وقتی این مقاله نوشت، آقای علی الفونه که یک ایرانی متفکر، گفتم در قبلا هم در مورد سپاه پاسداران نظر میداد، ایشون آمد یک مقاله نوشت اوکی، این مذاکرات هسته‌ای به کنار. آقای خامنه‌ای و ایران چین نیست. خیلی قشنگم توضیح داد چرا. و نوشت دوست نازنین که شما اینقدر فشار میارید برید خامنه ای رو ببینید که مثل آقای ماو دست دراز کنه با آمریکا. اولا در زمان آقای ماو، آقای ماو دشمن اصلی شوروی بود. خامنه ای میگه دشمن من آمریکاست. برای همین هم این مذاکرات به نتیجه نمیرسه. اولا دوم آقای ظریف رو چیدن. اگه نگاه کنید دیگه مثل سابق نه قهقه میزنه نه میخنده. بازی رو از دست داد. اوباما احساس کرد بازی رو داره در تهران میبازه، در این مذاکرات، در ژنو، هر جا. آقای برنز و جیک سالیوان که قبلا در ملاقات های پنهانی هموار کرده بودن راه رو برای مذاکرات رو در رو، که دیدی جان کری و نمایندگان پنج به اضافه یک رفتن ملاقات کردن، خانم کاترین اشتون رو بغل گرفتن به عنوان عروسک هسته‌ای و همه یک بوسه‌ای بر به اصطلاح پیشانی زدن، احساس کردن دارن فرصت رو از دست میدن. چرا؟ خانم اشتون خواهد رفت، در ایران یک گروهی دارن قدرت میگیرن، روحانی در هیچ امری موفق نشده با دولت گرین کارتی و امنیتیش به جز اینکه ادعی رو دوباره دستگیر کرده. بنابراین فشار بر اینه هر چه زودتر یک کاری رو انجام بدید، یک توافق آبکی هم شده با چند امضا بگیرید و کار رو تموم کنید. حالا ما چرا معتقدیم به جایی نمیرسه؟ سیروس ناصری میاد، ایاتون باشه، جز همین هیئت مذاکره کننده هسته‌ای بود که بعد جاسوس به عنوان جاسوس احمدی نژاد دستگیرش کرد، فرار کرد، مثل همین حسین موسویان که اومد در اینجا به اصطلاح استاد دانشگاه شده یا کرسی گرفته. سیروس ناصری گفته آمریکایی‌ها دقیقه 90 از بازی میرن بیرون و ما خواهیم باخت. بنابراین سریع القلم، همون آقایی که من میگم در واقع گادفادر فکری همه ایناست، احساس کردم ممکنه بازی رو ببازن. در اتاقهای فرمان، در اون
کارگاه های بدیل سازی و آلترنتیو سازی که بارها من صحبتش کردم و اتفاقا دیشب با تونی جماسر و یک دوست دیگری ما 2 ساعت در مورد این کارگاه های بدیل سازی و آلترنتیو سازی صحبت میکردیم که هرگاه اینها احساس میکنن در جامعه نوساناتی پیدا میشه خودشون آلترنتیو و بدیل ها رو رو میکنن، احساس کردن دیگه نمیشه در واقع این نسل چهارم انقلاب رو کنترل کرد. درسته؟ حالا نگاه کنید، همه چی شده بی‌حجاب، همه چی شده رقص و آواز، همه چی شده رپ. ببینید روزی که این خانم مسیح علی نژاد هرچه هست اینا مثل گنجی و بقیه بهنود و نبوی و همه اینا فرستادن، خودتون رو رنگ نکنید، نیستید 6 ماه بعد بیایید بگید فلانی ما رو فریب داد. آدمی که بگه فریب خوردم آدم ابلهیست، زامبیست. نگید اگرم فریب خوردید به روتون نیارید، عبور کنید. خانم مسینیا جزء بازیست، حالا اگه جزء بازی گروه دیگری نیست گروه اینوریست، این بازی فیسبوکیش هم بازی حساب شده و دستوریست. حتی رژیم وقتی بهش حمله میکنه به خاطر اینکه چنین، اولا همه بخش رژیم نمیدونه چه بازیایی صورت میگیره در دستگاه امنیتی اطلاعاتی همین آمریکا، هم خیلی ها نمیدونن چه اتفاقی هایی میفته. همین الان که در خاورمیانه این اتفاقا میفته بسیاری از سناتورها، بسیاری از روزنامه نویسان خبر ندارن، حتی دستگاه اطلاعاتی خبر ندارن. یک گروه انجام میده، یک فکر که بهش انجام داد. حالا در ایران احساس کردن باید مسئله بی‌حجابی، آوازخوانی، شادی رو به خیابان بیارن. چرا؟ چون احساس میکنن صدای پای رنسانس ایرانی میآید. اینو فراموش نکنید، هنوز به برزیل نرفتیم، ایران شده برزیل. نه به خاطر فوتبال، اصلا نگاه میکنید دموکراسی رو، نگاه میکنید مدرنیزم رو، همه میتونن حجاب سرشون نکنن. حالا شما باور میکنید؟ باور نکنید، بعد از بازیای برزیل خواهید دید چه اتفاقایی خواهد افتاد. اما در برزیل چه خبره؟ مسلمان از فردا صبح با چرخش توپ گرد دنیا در واقع تبدیل میشه، همه میلیاردها نفر میشن زامبی فوتبال، همه به فوتبال خواهند فکر کن، همه با هم شفبندی خواهند کرد، همه برای هم کرکری خواهند خوند، همه روی نیمکت خواهند نشست و در واقع خودشون میشن مفسر. بهترین تحلیل ها رو میدن که یک واقعیتی، حتما نباید مفسر باشید به تحلیل بدید، میتونید تحلیل بدید. اما برزیل فقط فوتبال نیست، در برزیل آینده دنیا مشخص خواهد شد. چرا؟ اتفاقا مربی تیم اسپانیا دل باسکه گفته که ما طالبان نیستیم، ما اسپانیا هستیم. همه چیز شده سیاسی، همه چیز رنگ دیگه ای گرفته. خانم روسف در جایی ایستاده به عنوان بانوی سوسیالیسم نوین آمریکای لاتین. اگر برزیل ببره یا ببازه مهم نیست، در واقع مسئله اقتصادی است، مسئله اجتماعی است. آیا خانم رسوف برنده خواهد شد یا نخواهد شد مهمتر از تیم برزیله. به هر حال میدان فوتبال ستاره ها خواهند آمد، گلادیاتورهای فوتبال خواهند آمد، سامورایی های فوتبال خواهند آمد، هیجان به وجود خواهند آورد. اما در پایان باید دید چه کسی برد چه کسی باخت، نه در زمین فوتبال، پشت خط زمین فوتبال. همیشه به یاد مایکل جکسون میافتم وقتی برزیل رو میبینم، آهنگی خوند They don't care about us و واقعا هم درست میگه، گفت این زاغه ها رو نگاه کنید، اونهایی که قدرت دارن صاحب قدرتن، صاحب همه چیزن و این زاغه نشین ها همیشه زاغه نشین خواهم مثل رژیم تهران. تا زمانی که این عالی جنابا و دایناسورها هستن این سرزمین
سرزمین نفرین شدید. جزوی دست همه شما خدا بیش کنم. I love you.